فریده سادات کیست؟ امروز میخواهیم با خانومی که بیشتر در صفحات اجتماعی فعالیت میکند آشنا شویم. پس با من رضا پورکیان شنیدن نکسون پلس همراه باشید. سلام و وقتتان بخیر. به یکی دیگر از ویدیوهای شنجنی نکسون پلس خوش آمدید. خانم فریده سادات در ولایت جوزجان چشم به جهان گشود. وی از قوم سادات است و زبان گفتاری ایشان ازبکی می باشد. وی به ازبک بودنش افتخار می کند. خانم سادات دوران مکتب را در لیسه عالی خدیجه جوزجانی و تحصیلات عالیش را در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل به پایان رساند است. بعد از اتمام پوهنتون به مدت 6 ماه در حصارک پنشر به حیث معلم ایفای وظیفه نموده است و بعد از مداخله های قومی خود را دوباره به کابل انتقال داده است. وی دوباره بیکار ننشست و کار خود را به مدت 3 سال دیگر در مکتب سعدالدین انصاری چهارقلعه وزیرآباد به حیث معلم شروع کرد. پیش از معلمی در تلویزیون آینه مدتی در بخش سکرتاریت تلویزیون ایفای وظیفه نمود و چندی بعد به حیث گزارشگر برنامه‌های اجتماعی به پیش رفت. خانم سادات از اینکه فعالیت‌های زیادی در رسانه داشت در پهلویش معاون مرکزی حزب جنبش در کابل بود. وی به دلیل مشکلات زیادی که داشت هر دو وظیفه را ترک کرد و بعد از آن در رادیوی ستاره برنامه‌های حقوق زن در اسلام را به پیش برد و نظر به متعصب بودن فامیل شوهر باز هم مجبور به ترک این رادیو شد و بالاخره در سال 2015 وطن را ترک و به قصد نامعلومی مهاجرت کرد. وی در ادامه داستان مهاجرت خیش را اینگونه تعریف میکند. مهاجرت کردم به خارج، اما معلوم نبود در کجا باید پایگاه بگیرم. از کابل حرکت کردم طرف نیمروز. بدلی اینکه با من مردی نبود، قاچاقبر قبول نکرد من به طرف ترکیه سفر کنم. با طفلهای خود به کندهار آمدم و از راه مرز اسپینبولک داخل پاکستان شدم و بعد از راه قاچاق به ایران رسیدم. 40 روز طول کشید تا به ترکیه برسم و در این مدت تمام کمربندهای ولایتهای ایران را پیاده طی کردم تا که به مرز ترکیه رسیدم. فعلا هم در کشور آلمان زندگی میکنم. سلام و عرض حرمت خدمت افغانهای حسیسی که در ارتباط بر من هاشناهی ندارن، در ارتباط به سواد من ندارن. مهم نیست من سواد من اینجا بیان کنم، اما خواستم امروز بعض اسنادایی که از افغانستان آوردیم و داشتیم در پالی میرنشان بتوم. این مربوط تلویزیون ستاره هست که در او زمان صبرالدین رحمانی رئیس تلویزیون بود، بسیار آدم با شخصیت با عزت، اما بر من یک تصدیق نامه داده بودن به خاطر اینکه من در رسانه‌شان کار کرده بودم و ایره هم از تلویزیون دریچه بهار برمه داده شده. در یک برنامهشان در هامبورگ اشتراک کرده بودم و اینا برمه یک سپاس نامه دادن، یک دنیا سپاس. ای هم مربوط تحصیلاتم که از پنتون تعلیم تربیه فارغ شدیم که حالا فعلا به نام تعلیم تربیه استاد ربانی هست.
ای هست و در قبالش ای هم یک تصدیق نامه ای هست که برای من داده شده. اینا فعالیت هایی که در افغانستان بودن و یک در سیمیناری که در کابل اشتراک کرده بودم، ای اسناد برام داده بودن. من نمیفهم چقدر اینا قابل اعتبار است، اما مهم نیست برای من. از این که یک تعداد اشخاص بی سواد میگن، به خاطر بی سواد بودنم گفتم برشان یک هر کاری را با اسناد باید توضیح بدم. و ای هم هست از طریق مکتب که معلم بودم، سعدالدین انصاری که در چهارقلا بود و در یک سیمینار اشتراک کرده بودم، معلمین باید اشتراک میکرد. و ای هم تصدیق نامی که ما اولین بار پنتونه از دارون معلمین اصلاح شروع کردیم که ده اینجا ظاهر زنها نباید نمایان میشد، تنها چشم ما معلوم میشد و با ایجاب بودیم. معلمای مرد ما اصلا نداشتیم، تمامشان معلمای زن بودن. اینجا دو سال ما پنتونه اینجا خواندم ادبیات دری را و بعدم رفتم پنتون تعلیم و تربیه. و ای هم تصدیق تبریک نامه است که از پنتون تعلیم و تربیه فارغ شدم برم دادن. و ای هم نمرات پنتونم هست، نمراتی که دو سال ما در پنتون دولتی خواندیم. اما معذرت میخوایم، نمراتم یکم کم است دیگه، ببخشین قدر لایق نبودم. و ای هم اسناد دوازدهم که ما از جوز جان هست، مکتب لیسی خدیجه جوز جانی فارغ شدیم و مکتب در اونجا تا صنف ده خواندیم و صنف نو یا ده بودم ازدواج کردم که 11 و 12 را باز من امتحان سامی دادم. و ای هم یک تصدیق نامی را پت میکنم به اجازهتون که از تلویزیون آینه برام داده شده که بعض موضوعاتش نباید خوانده شده و او خاطر. و ای هم ای اسناد کجایم است؟ ای مربوط وزارت معارف است راستی. ای هم از اسناد صنف دوازدهم هست، او را تو براتون نشان دادم. از صنف دوازده فکر میکنم نمراتشی طرف و طرف بود. و ای هم تذکریم هست که من تولد شده ولایت جوزجان هستم و ببینین نامم فریده سادات، نام پدرم سید اشرف و نام پدر کلارم سید حسن آقا هست. ای سال تولدم هست که من واقعا اگر اصلی براتان بگویم 35 ساله هستم، اما من همیشه خود 40 ساله، 45 ساله، 50 ساله میگم، به این دلیل که من از ظاهر زود خراب شدیم. به این دلیل از ظاهر زود خراب شدیم که من در 16 سالگی مادر شدم، طفله ها را پشت به پشت آوردم، نتونستم خود تغذیه کنم، ظاهرم واقعا زود از دست دادیم. به این خاطر من 40-45 ساله خودم میگم. نظر شما در این مورد چیست؟ لطفاً نظرتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید روزانه ما، چینل یوتیوب نکست ون پلاس را سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار.